محمد اولیای فرد وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو همراه ما هستند. آقای اولیای فرد، انتقادها به روند قضایی طی شده در مورد اجرای حکم محمد قبادلو ادامه داره. شنیدیم صحبت‌های یکی از وکلا رو. آیا واقعا مراحل طی شده برای نهایی کردن حکم قانونی بوده؟ به هیچ عنوان قانونی نبوده. بخشیش رو وکیل ایشون توضیح دادن که ایشون از ابتدای بازداشت مورد ضرب و جرح قرار گرفته برای اقرار. اقرارش تحت شکنجه بوده، اقرارش در شرایطی بوده که داروهاشو نخورده بوده و تسلط نداشته بر اون چه که میگفته و به طور غیر ارادی حرفایی که در دادگاه میزده به طور غیر ارادی بوده. اما سه اتفاق مهم افتاد در این پرونده که موضوع عجیب تر میکنه، یعنی نشون میده که در واقع محمد قبادلو اعدام شد به یک دلیل و اونم دلیلش این بود که طرف مقابلش مأمور حکومتی بود. در واقع جمهوری اسلامی ثابت کرده که چه مأمورینش آدم بکشن چه مأمورینش کشته بشن، اون رویه خودشو داره و اون رویهش هم این هستش که در واقع سعی میکنه قانون رو در این موارد تعطیل بکنه، شریعت رو تعطیل بکنه تا بتونه از اون نیروی سرکوب خودش حمایت بکنه، چون جمهوری اسلامی پشتبان مردمی نداره و فقط دلش خوش به نیروهای سرکوب خودش. بنابراین در پرونده مهران سماک و ابوالفضل آدینه‌زاده که پرسنل خودش متهم میشن اونا رو تبرئه میکنه و در پرونده های دیگه که مردم در واقع به خاطر دفاع از خودشون درگیر میشن با مامورین و اتفاقی برای مامورین میفته و مامورینش کشته میشن، مثل پرونده مجید رضا رهنورد، مثل پرونده متهمین خانه اصفهان، مثل پرونده بسیجی عجمیان و همین پرونده قبادلو، وقتی مامورینش کشته میشن قانون رو تعطیل میکنه، شریعت رو ضبط میکنه و در واقع قربانی میکنه افراد رو برای مأمورین خودش، حتی به قیمت اینکه فرد مثل محمد قبادلو در زمان ارتکاب جرم در واقع به دلیل بیماری دو قطبی در واقع در حالت عادی نبوده و یک فردی که اختلال روانی داشته رو اعدام میکنه به خاطر اینکه پیغام بده به نیروهای سرکوب که من پشتتون هستم به هر قیمت و به مردمم پیغام بده که من از خون مأمورین خودم نمیگذرم. ایرادات پرونده محمد قبادلو بالاتر از این مسائلی هستش که حالا گوش کنار گفته میشه و بخشیش هم وکیلش مطرح کرد. سه ایراد خیلی بزرگ داشته. ایراد در موضوع پزشکی قانونی بود که روز اول اختلالش تایید میشه اما نیروهای امنیتی اعمال نفوذ میکنن، پزشکی قانونی عقب نشینی میکنه و بعدن خود پزشکی که سلامت روان قبادلو رو تایید کرده بوده به اضافه 49 روان پزشک دیگه در واقع درخواست میدن که محمد قبادلو باید مجددا معاینه بشه به دلیل اختلال روانی و همین تقاضا باعث میشه که اعاده دادرسی پرونده قبادلو در دیوان عالی کشور در شعبه یک قبول بشه. دومیش هم اعمال نفوذ فرماندهی انتظامی بوده که نامه میده به دادستان کل، دادستان کل نامه میده به دادستان رباط‌کریم، دادستان رباط‌کریم به بازپرس پرونده دستور میده که کیفرخواست قتل عمد برای قبادلو رو تنظیم و تهیه کنه به دادگاه بده. خب این اگه اعمال نفوذ نیست و چی هستش؟ و سومین و مهمترین چیزی که در تاریخ قضایی ایران بی‌سابقه بوده اعمال نفوذی است که رئیس قوه قضاییه کرده و دادرسی مجدد و رسیدگی به یک پرونده‌ای که شبهه‌دار بوده رو غیر شرعی اعلام کرده. در واقع شرعیش این بود که یک پرونده شبهه‌دار چندین بار ریویو بشه، بررسی بشه، مجدد بشه تا خون کسی به گناهی به زمین ریخته نشه. اما جالب اینه که رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی که شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته بوده رو خلاف شرع در واقع اعلام میکنه و به دستور مستقیم خود رئیس قوه قضاییه محمد قبادلو اعدام میشه. نتیجه این هستش که در واقع اعدام محمد قبادلو در واقع یک تصمیم قطعی از طرف حکومت بود که در این تصمیم قطعی هیچ راه و جایی برای قانون و شریعت وجود نداشت. بسیار متشکرم از توضیحاتتون. محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا است.